مردم ما ظرفیتشون بسیار بسیار وسیعه، ملت بزرگی است، این واقعا آمادگی داره دنیا رو درست کنه. تازه ترین گفتگو با محمود احمدی نژاد در تلویزیون حکومتی ایران، رئیس دولت همچنان میگوید رقبا مانع فعالیت او هستند. اون مخالفین سیاسی اونقدر اطلاعات غلط بمپاش کردن تو جامعه و تکرار کردن، تکرار تکرار تکرار، واقعا ما هم زورمون نمی‌رسید، ما باید کارهای مملکت رو ول می‌کردیم، هر روز صحبت می‌کردیم، همه هم صحبت می‌کردیم، حریف نمی‌شدیم، چون تولید خبر دروغ در کشور ما هزینه نداره. دفاع احمدی نژاد از عملکرد اقتصادی دولت در حالی است که در یک سال گذشته تورم و گرانی به بالاترین میزان خود رسیده است. محمود احمدی نژاد این گرانی و تورم را اثر تحریم ها میداند. چرا بعضیا اصرار دارن نقش دشمن کم رنگ کنن تو تحولات؟ این خیلی بده. بالاخره ابعاد تحریم معلومه که مسئولین کشور میدونن، حداقل خواهی پول بود که میدادیم به اینجا زودتر بره جلو دیگه. اعتراف رئیس دولت به اثر تحریم، دو سال پیش او چنین نظری نداشت. امروز اول نظرمو گفتم، گفتم اینا یه کاغذ پاره است. احمدی نژاد این روزها به دنبال قدرت بیشتر است. خودش میگوید رانندگی قطار اقتصاد فقط باید دولت باشد. مدیریت اجرا باید متمرکز و ثابت باشه. ناظر کار خودشو بکنه. این پیشنهاد احمدی نژاد با اعتراض برخی نمایندگان در مجلس روبرو شده. احمد توکلی نماینده منتقد دولت امروز در مجلس ایران خواسته رئیس جمهوری برای کسب اختیارات ویژه در مدیریت متمرکز اقتصادی را یک خطر دانست. قرار است مجلس درباره واکنش به اظهارات و انتقادات رئیس دولت جلسه ای تشکیل دهد. دولت و مجلس مدت هاست بر سر اجرای طرحهای اقتصادی اختلاف نظر دارند. دولت قصد دارد یارانه هدفمند را از حدود 40,000 تومان به 200,000 تومان برساند. هرچند احمدی نژاد دیشب اشاره‌ای به این طرح نکرد، اما منتقدان او میگویند دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قصد دارد با این کار برای نامزد نزدیک به خود رأی جمع کند، مشابه کاری که احمدی نژاد در دوره قبل انتخابات کرد. شاید به همین دلیل است که احمدی نژاد با اعتماد به نفس از رأی ملت میگوید. ما هم داریم تلاش میکنیم، اما اونی که باید کار یکسره کنه ملت. این هم بخشی از انتقادات احمدی نژاد از برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی. بگیم اختلاس شد. اختلاس نشده، یه تخلف بانکی شده. خب بریم رسیدگی کنیم. در رئیس قوه قضاییه به این بخش از صحبت‌های احمدی نژاد امروز اعتراض کرد. صادق لاریجانی گفت آنها که میگویند نفهمیدیم پرونده فساد چه شد، خودشان را به نفهمی زدند. یه مقدار طولانی شد، مردم از سریال اینا افتادن. دیگه حالا مزاحمت شد برای مردم. بحث خیلی مهمه برای مردم. آید کجا بودیم؟ رفتیم فیلم. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.